باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه در یک سخنرانی در راکویل مریلند حمله شدیدی به جمهوری خواهان کرد و بار دیگر گروه های تندرو در این حزب و به ویژه جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان را مسئول تعطیلی دولت خواند آقای اوباما تاکید کرد که همکنون در میان نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات کنگره آمریکا تعداد کافی برای تصویب نهایی لایه بودجه دولت فدرال وجود دارد اما افسود تنها چیزی که موجب ادامه تعطیلی دولت و مانع بازگشت مردم به سر کارشان است این است که جان بینر حتی اجازه مطرح شدن این طرح برای رأیگیری در کنگره را نمیدهد زیرا نمیخواهد افرادگرایان حزب خود را عصبانی کند جان وینر که روز چهارشنبه نیز در کاخ سفید با باراک اوباما دیدار کرد میگوید که این باراک اوباما که حاضر به مذاکره نیست برخی دموکرات ها در مجلس نمایندگان جمهوری خواهان را متهم می کنند که تحت تاثیر گروه تی پارتی قرار گرفته و با هدف قرار دادن قانون بیمه درمانی که باراک اوباما از آن دفاع می کند باعث فلج شدن دولت شدند. طبق نظرسنجی که روز پنجشنبه در رسانه های ایالات متحده ای آمریکا منتشر شد 72 درصد از آمریکایی ها از تعطیلی دولت ناراضی هند و با این حال از باراک اوباما حمایت می کنند.